خب دکتر سیبا، خوشحال هستم در خدمتم کار دارم. بسیار میبخشین که من ویدیو رو قطع کردم. وقت از که من و دیاگرام هایی که بر شما رسم کرده بودم از او عکس گرفتم، ولی یادم رفت که در سال دو جایگزین بسازم. بر صورت خب درس خود در قسمت ورکیوز وین ادامه میدیم، پیش میریم. نگاه کنین دکتر سیبا، ما در قسمت چی صحبت میکردیم؟ در قسمت اسباب خود ورکیوز وین صحبت میکردیم. چند سبب اساسی در قسمت ورکیوز وین بر شما گفته بودم. اول ما تعریف کرده بودیم ورکیوز وین، گفته بودیم ورکیوز وین یک حالتی است که سبب توسعه غیر طبیعی و مواجه شدن چی میشه؟ اویه میشه. و گفته بودیم که در فشار کسایی که به شکل دوامدار فشار بلند می داشته باشد، و دیگه که در کسایی که جدار اویه ضعیف میشه سبب میشه ما به طرف مواجه شدن اویه و توسعه اویه بریم. خب خدمتان در عرض کردم بعضی از اسباب خود ورکیوز وین. اول گفتم ایستاده شدن دوامدار، ایستاده شدن دوامدار سبب میشه که فشار در قسمت اویه زیاد بسازه، ای هم سبب میشه ما به طرف ضعیفی جدار اویه و سبب توسعه اویه شود. بعض فشار بلند صحبت برتان گفتم کسایی که دوامدار میشنن در چوکی و کار دفتری میکنن و کسایی که سفرهای طولانی می داشته باشن، یا هم سبب میشه که ما به طرف چی بریم؟ به طرف ورکیوز وین بریم. و اشخاص مسن، کسایی که چاق باشن و بیس باشن و کسایی که در طبقه ناس دینام بیشتر دیده میشه و حاملگی. نگاه کنین در کتاب شما ذکر کرده که در حدود فیصدش، در کتاب شما گفته که 10 تا 20 فیصد افراد جامعه به شکل نرمال، یعنی در اویه طبیعی ما به طرف چی میریم؟ به طرف ورکیوز وین میریم که نظر داشته باشیم. البته خصوصا در کسایی که خدمتتون عرض کردم که درس میتن روزانه و استاد میشن صحبت میکنن، یا هم سبب میشه که فشار در اویه های در اویه ها در قسمت سفلی زیاد شد و به طرف ورکیوز وین بریم. خب بین دی سلاید کمی واضح تر براتون صحبت میکنم. خب این سلاید که دیدین شما به تشویش نشین، تمام از ایره ما براتون گپ میزنم صحبت میکنم. اول اجازه بدین که براتون بگویم، من اول فیزیولوژی از ایره براتون بگم، بعدا بیم بس خود در قسمت پاتولوژی صحبت میکنم. چرا ما بارها خدمت شما عرض کردم، گفتم تا که شما فیزیولوژی خوب یاد نداشته باشین پاتولوژی هم درست یاد نمیگیرین. باید یک چیز نرمالش اول بفهمین، بعدا پاتولوژیش خودتان پیدا میکنین. دکتر صاحب از این قسمت سلاید شروع میکنیم. ببینین این قلب ماست، بارا ما براتون تصویر رسم کردیم. این زین راست ماست، این بطن راست ماست، این بطن چپ ماست، این مزن چپ ماست، این هم شرند یوی ماست به راست و چپ، این هم چی هست؟ اورتای ماست و هم شعباتش که جدا میشه. بحث ما چی هست؟ ما آرتریال سرکولیشن داریم، امو جریان خون در قسمت شرائین داریم، یکی وین سرکولیشن داریم، جریان خون در قسمت اویه. بین اول از این صحبت کنیم که این دوتا رو با هم دیگر چی میکنیم؟ مقایسه میکنیم. زمانی که در قسمت آرتریال سرکولیشن صحبت میکنیم، در جریان خون در قسمت شرائین فشار چی میباشه؟ بلند میباشه. یعنی چی مانو میته؟ امی فشاری است که خون از قلب به اویه چی میشه؟ پرتاب میشه و از این قسمت به ارگان ها چی میشن؟ اروا میشن. پس دیج فشار باید دیگه چی باشه؟ بلند باشه. ببینین عموما همو فشاری که از طرف قلب جنریت میشه یا ایجاد میشه دعوی هم دیده میشه. ببینین فشار در قسمت آرتیرو سرکریشن چند است؟ 120 میلیمتر چی است؟ ستون سیما است که در نظر داشته باشین. پس فشار در قسمت آرتیرو سرکریشن یا جریان خون در قسمت شرین چی میباشه؟ بیشتر میباشه. خب بین در قسمت وین سرکولیشن صحبت کنیم. ببینین برعکس در قسمت وین سرکولیشن یا عمو جریان خون در قسمت وین اگر صحبت کنیم، لو پرشر است. فشار دیگه چی است؟ فان است. دیگه چون که 120 است پس فشارم چی باشه؟ بلند می باشه. عموما فشار در قسمت اویه در حدود 5 میلیمتر چی از ستون سیما است. پس لو پرشر. شما میفهمین که وظیفه اویه وریتایی است که خون دیگه میارن به کجا؟ به قلب. خب پیرد شما در فیزیولوژی خواندین. پس ببینین زمانی که فشار چی می باشه؟ پار می باشه. پس ما از چی استفاده میکنیم؟ از اسکلیتال مسل استفاده میکنیم، از امیم عضلات اسکلیتی استفاده میکنیم به خاطر پمپ کردن یا بردن خون به طرف چی؟ به طرف قلب. چرا؟ به خاطر که این 5 میلیمتر ستون سیما یک فشار چی می باشه؟ پایان می باشه. درست است؟ وقتی که فشار پایان می باشه پس ما ضرورت داریم از این عضلات اسکلیتی استفاده کنیم تا که تقلصات صورت بگیره، تا که اویه تقلص کنه، تا که اویه مخونه چی کنه به طرف قلب جریان بده. پس زمانی که کار انجام میده
عموما فکر کنین که این دیاگرام شما در نظر داشته باشین، اینی کرسر که میبینین این دیگه به طرف چی میره؟ اینه به طرف خون، یعنی خون به طرف چی میره؟ به طرف قلب میره. پس ای که پان میبینی چی هست؟ تاثیرات گراویتی یا همون جاذبه زمین است. چرا؟ به خاطر که خود وریدا برعکس بر ضد چی کار میکنن؟ بر ضد جاذبه زمین کار میکنن. پس اگر در اینی اول اگر براتون صحبت کنم، ببینین تمام مراحل رو براتون تشریح میکنم. اول اوی نرمال صحبت میکنیم. میبینیم که در اوی نرمال ما چند گپ اساسی وجود داره. در یک ورید نرمال ما بخشین، در ورید نرمال ما من خدمتتون عرض کردم پیشتر که اومن وان وی والو است، یعنی امی دهنه یا یک طرفه از دو طرفه نیست، درست است. وان وی والو یعنی خود دریچه زیاد دکتر سبک باید، مگر دهنیز یا چی می باشه؟ یک طرف هم می باشه. پس وقتی که یک طرف هم می باشه، خود خون بر شما گفته کرده blood moves in one direction، خود خون به یک مسیر چی میکنه؟ حرکت میکنه. دو طرفه نیست. چرا؟ بخاطر که valve چیست؟ یک طرف است. پس به خاطر از اینکه بتانه خون به طرف بالا حرکت بده یا جریان بده، از اینی عضلات اسکلتی چی میکنه؟ استفاده میکنه. زمانی که این عضلات اسکلتی را استفاده کرد، سبب میشه که یک اسکویزینگ صورت بگیرن، چه مونده سبب میشه که در اوی یک تقلص صورت بگیره و خون به طرف بالا چی کنه؟ پرتاب کنه. نگاه کنین، زمانی که خون به طرف بالا پرتاب میشه یا میره، این دهنه چی میشه؟ باز میشه، درست است. یک قسمت خون میره به طرف پایان، یک قسمت خون میره به طرف چی؟ بالا. پس چرا در پایان نمیمونه؟ به خاطری که ما چی داریم؟ ولو داریم، دهنه بسته میشه، باز دوباره خون به طرف چی میره؟ به طرف بالا میره. یعنی نگاه کنیم که این یک پروسه نرمال فیزیولوژیکی است که در قسمت خود وریدا چی میشه؟ صورت میگیره. درست تکرار میکنم دکتر سپا، ببینین که نرمال تال برتان میکنم، تال ما نرفتیم بالا، بس نکردیم بالای وریکوز وین. ما گفته بودیم یکی آرتریال سرکولیشن داریم، یکی وین سرکولیشن داریم. در قسمت آرتریال سرکولیشن چی هست؟ فشار بالاست. چرا؟ به خاطر که عمو فشاری است که از سیم منچه میگره، از قلب از اگه 120 میلیمتر چی است؟ ستون سیما بست. پس در قسمت وین سرکولیشن یا در قسمت خود وریدا که صحبت کنیم، لو پریشر است. چرا فشار پان است؟ بخاطر که تقریبا 5 میلیمتر ستون سیما بست. پس چطور میتونه که با امی 5 میلیمتر ستون سیما خون به طرف قلب چی کنه دکتر سبا؟ جریان بده. پس از چی استفاده میکنه؟ از اسکلتال ماسل، از عضله اسکلتی در پمپ کردن خون چی میشه استفاده میکنه. یادتون باشه که همیشه اویه های اطراف سفلی همیشه بر ضد چی کار میکنن؟ بر ضد گراویتی یا جاذبه زمین کار میکنن، درست است. ببینین این یک اویه نرمال است، وان وی والو است، والو یا دهنش یک طرف است، و زمانی که دهنه یک طرفه باشه، پس خون به یک دایرکشن، به یک مسیر چی میکنه؟ حرکت میکنه. و زمانی که خون به طرف قلب میرانه یا حرکت میده، از چی استفاده میکنه؟ از اسکلتال مسل استفاده میکنه. سبب میشه که خون به طرف چی بره؟ به طرف قلب بره. میریم به طرف پاتولوژی. حالا برتون پاتولوژیش تشریح میکنم دکتر سوا. ببینین چه وقت ما میریم به طرف وریکوز وین، چه وقت ما میریم به طرف توسوی غیر طبیعی و معوج شدن چی؟ اویا دکتر صاحب، ببینین گاهی زمانی که امی ولف، امی دهنه کار خود انجام داده نتانه، ببینین زمانی که امی دهنه کار خود انجام داده نتانه و خون دکتر صاحب پس دوباره بیه به طرف خود امی ورید ما، سبب میشه که خون در این چی کنه؟ تراکم کنه. زمانی که تراکم میکنه خون، سبب ایجاد یک فشار میشه و امی فشار و امی استیسس و امی رکودت خون زمینه را به معوج شدن و زمینه را به چی مساعد میسازه؟ به توسوی اویا مساعد میسازه. نگاه کنین، تکرار میکنم، تم زمانی که امی دهنه کار خود انجام دادن نتونه، چرا؟ زمانی که خون به طرف بالا میره، دهنه باید چی شوه؟ بسته شوه. پس زمانی که بسته نمیشه، سبب میشه که خون در اویا تراکم کنه. زمانی که در ورید ما خون تراکم میکنه، سبب ایجاد فشار و فشار خود زمینه را به توسوی غیر طبیعی و به معوج شدن اویا چی میکنه؟ مساعد میسازه. میریم به فاز سوم، به مرحله سوم. اینی مرحله است که یک تورچس، یک خمیدگی، یک خم و پیچ و یا یک توستد شکل مارپیچ بر خود میگیره. سعی کنین زمانی که اینمی دهنه کار خود انجام داده نمیتونه، پس دوباره خون میاد به طرف خود اویه، سبب میشه که خون در این آیه چی کنه؟ تراکم کنه.
از اثر تراکم کردن خون سبب ایجاد فشار و سبب ایجاد دلتیشن یا توسعی غیر طبیعی اوی میشه. نگاه کنین، شما منطقی فکر کنین، اینی فاز سیمه یا مرحله سیمه با مرحله اول چی کنین مقایسه کنین، میبینین که اینی یک اوی نرمال ماست، یک ورید نرمال ماست و اینی غیر نرمال است. میبینین که به شکل مارپیچ، به شکل خمیدگی یا به شکل توست طبیعی ما چی کرده؟ تغییر کرده. پس خود از این زمینه را به abnormal blood flow مساعد می سازد، به جریان غیر طبیعی یا غیر نرمال چی میکنه مساعد می سازد. امید که قسمت فهمیده باشین. اگر بریم در قسمت فاز یا مرحله چهارم صحبت کنیم، بین یک کمی در قسمت خود سرکولیشن اطراف سفلی برتون تشریح میکنیم. ببینین ما یکی superficial wind داریم، اویه های چی داریم؟ سطحی داریم، یکی deep wind داریم، یکی اویه های عمیق داریم و شاید شما در اناتومی خوانده باشین یکی هم clotal wind اویه های چی داریم؟ جنبی داریم، clotal، و این را به نام alternate pathway هم یاد میکنه، یک pathway، یک مسیر alternative یا جبزنی دیگه است. هدف چیز که در قسمت varicose wind اگر صحبت کنیم، دکتر سباب سالدیر قبلی خدمتتان عرض کردم که اول خود وریکوز وقتی که جوات میشه اویه های سطحی را مساف میسازه. پس میبینین که نیا چی هستن؟ سوپرفیشل وین است. اول کدام اویه را مساف میسازه؟ اویه های چی را؟ اویه های سطحی را. پس به بعضی کسا قدر معلوم نمیشه، چرا زمانی که اویه سطحی را مساعد ساخت پس هیچ تخیل توسط چی صورت میگیره؟ توسط اینمی اویه جنبی یا کلاترال دیگه صورت میگیره. پس تو ما به سادگی به طرف چی نمیریم؟ به طرف خود وریکوز وین نمیریم. پس زمانی که اینمی پروسه بر هم میخوره سبب میشه که چی را مساعد بسازه؟ دیپ وینز یا اویه های چی را؟ اویه های عمیق تر است. همیجه است که متاسفانه پاتولوژی وخیمتر و یک حالت تشوش شدیدتر چی میکنه؟ ایجاد میکنه. درست است؟ ببینید دکتر سبا، اگر در فاز پنجم صحبت کنیم، مرحله پنجم چی گپا صورت میگره؟ ببینید در مرحله پنجم بیشتر چی صورت میگره؟ امی توسط خمه پیجاد میشه، اویه ها توسط میکنن، میبینید که ام اویه سطحی و ام اویه دیپ چی کردین؟ به شکل مارپیچ یا به شکل توستید یا به شکل ترچیز چی کردین دکتر سبا؟ درست است، یعنی توسط کردین و غیر منظم شدین. وقتی که امی حالت صورت میگره پس سبب میشه که ببینین پس سبب میشه که در خود اویه پولینگ صورت بگیره. پولینگ چی مانو میتر؟ یعنی این مانو داره که خب شما اصطلاح پول میفهمین هاوس مانو میتر. چی مانو میتر؟ چرا؟ منطقی فکر کنین، زمانی که اویه مواج میشه پس دهنه هم چی میشه؟ از بین میره، وظیفه خون انجام داده نمیتونه. پس سبب میشه که خون در اطراف چی کنه؟ تراکم کنه. زمانی که به شکل حوضچه یا حوض مانن خون در اطراف یا مایعات در اطراف چی میکنه؟ تراکم میکنه. این خود زمینه را به انفلامیشن یا زمینه را به التهاب چی میکنه؟ مساعد میسازه. چرا؟ ببینن زمانی که انفلامیشن یا التهاب ایجاد شد سبب ایجاد فایبروس است. چرا؟ بخاطر اینکه التهاب شما میفهمین که یک فاز زیگان مو ایجاد است نزد چی میباشه؟ فیبروتیک میباشه و زمینه را به چی مساعد میسازه؟ به آلسر یا زخم. شما میفهمین که زخم به نام چی یاد میکنه؟ به نام وینوس استیسس آلسر، یعنی زخمی که از اثر رکودت وریدی چی میشه؟ ایجاد میشه. چرا؟ زمانی که خون در اینا تراکم میکنه پس سبب ایجاد توسع، انفلامیشن، التهابات و خود زمینه را به چی مساعد میسازه؟ به زخم. حالا چند گپ دیگه که دیده میشه ادیما، اوزایما. چرا؟ وقتی که فشار بلند شد از اویه ها مایات چی میکنن؟ به بیرون تراوش میکنن در ناحیه نزد بین الخلایی، سبب میشه که ما به طرف چی بریم؟ به طرف اوزایما بریم. پایا چی میکنن؟ میپندن یا بزرگ میشن. چیز دیگه که از سبب ایجاد چی میشه؟ پین، درد. درد از دو چیز است، یکی خود انفلامیشن یک واسه چی از دیگه درد است، یکی از علائم کاردینالی اساسیش درد است، و دیگه درد از اثر تنبیه آخذه های حساس به چی هست؟ به درد. شما شاید شما درد خوانده باشین در فیزیولوژی که به نام نوسسیپتیو پین یاد میشه، اون دردی که آخذه های حساس مثل ریشه درخت برای وجود داره اونا که تنبیه شه و سبب ایجاد چی میشه؟ درد میشه. و پروریتیس خارشت جلدی رو چی میکنه؟ ایجاد میشه. خب تخریش میشه نای عمو، استامینا افراز میشه، استامینا سبب میشه که خود امی پروریتیس یا خارش جلدی رو چی کنه؟
ایجاد کنم. دکتر صد به این میکانیزم ما به طرف چی میریم؟ به طرف خود وریکوز وین میریم. البته یک نکته را برتان میخوایم واضح بسازم که اگر فاز ششم را صحبت کنیم ما به طرف سی وی آی میریم، به طرف کرونیک وینس انسفیشنسی، به شکل مزمن اویه ما به طرف ناکارگی میره، یعنی وظیفه خود چی نمیکنه، از داده نمیتونه، پس سبب میشه که یک وریکوز وین بسیار خطرناک چی کنه، در اطراف ایجاد شوه. درست؟ ببینین این پروسه بسیار ساده است دکتر زبا، فقط یک بار برتان چی میکنم، تکرار میکنم. آرتریال سرکولیشن اگر مقایسه کنیم، از قلب خون دیگه میره به طرف خود شریان، چرا فشار بالا است؟ بخاطر اینکه مو فشاری که در قلب جنریت میشه با وجود میاد در شریان هم است، 120 میلی متر ستون سیما. در اولی چرتون است فشار پانه سود 5 میلی متر ستون سیما. پس چطور خونه حرکت میته سمت سو میته به طرف قلب؟ با استفاده کردن استی از عضلات اسکلتال مسل پمپ، با واسطه این میتونه که چیکنه، خونه پمپ کنه به بالا. اول یه یاد داشته باشین که در قسمت وین سرکولیشن اگه صحبت میکنیم دکتر سبا، اویه ها همیشه بر ضد چی کار میکنن؟ بر ضد گراویتی کار میکنن. شما به نظرم در قسمت پاتولوژی می در قسمت اوزایما خواندین که یک نوع اوزایما رو به نام دپندن اوزایما یاد میکنن، نه که امو گلایکو پروتئین ها امو اگر یادتون باشه برش پایلز که میفتن اونا که از بین میره، پس سبب میشد کسایی که سی اچ اف داشته باشن dependent ازایما یا dependent ادما چه شوه؟ ایجاد شوه در حالتی ساده شدن و در حالت چی نشستن که البته ای در فیزیولوژیک ایجاد نمیشه. بر صورت بحث ما اینجا است، ببینین اوی نرمال ما میبینین که وان وی است، یک طرفه. اگر صحبت کنیم درباره خصوصیاتش، وان وی وال دارد، دهنه یک طرفه است، پس وقتی که یک طرفه است پس خونم به یک مثل چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. از چی استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه خون خوبتر به طرف قلب جریان پیدا کنه، با استفاده کردن از اسکلتال مسل. چه وقت ما به طرف وریکوز وین میریم؟ زمانی که امی والو ما به یک نوع کار خود انجام داده نتونه، خون برگشت کنه دوباره به طرف خود وریدا، سبب میشه خون تراکم کنه، از سر تراکم خون فشار زیاد میشه و یا سبب ضعیفی جدار اویه میشه و یا زمینه رو به خود خمه پیت شدن اویه چی میکنه؟ مساعد میسازه. در نیجا ببینین مرحله سیم چیزی است که ما گفتیم که زمانی که خون تراکم کرد، درست است، سبب میشه یک توست یا یک خمه پیت یا به شکل مار پیت چی شوه؟ ورید ما برد. چرا؟ بخاطر که خون تراکم میکنه، از سر تراکم خون سبب میشه که ما به طرف وریکوز وین بریم. ببینین برتون عرض کردم خدمتتون، گفتم که اومن در وریکوز وین چی را مساب میسازه؟ اول سوپرفیشال وینه، اویه های چی را اول مساب میسازه؟ سطحی را بسیار خوب. ببینین تا یک مرحله معلوم نمیشه، بخاطر که چی اویه های جنبی دیگه وجود داره که تخلیه میکنه به طرف چی؟ به طرف خود دی وینت یا وی آی عمیق. ولی متاسفانه اگر کنترل نشه سبب میشه که اول سوپرفیشال بدن اویه های دیپی یا امو عمیقه را چی کنه؟ مساب بسازه. نگاه کنین زمانی که اویه های عمیقه و سطحی را مساب ساخت، میبینی شکل مارپیچ برخود میگیره، توسای اویه ایجاد میشه، سبب میشه خون در اویه تراکم کنه، استیسس یا رکودت خون ایجاد شوه، از اثر رکودت خون سبب میشه که پولینگ یا امی در نواحی سفلی در اویه ها به شکل هاوز یا هاوزچه خون چی کنه؟ تراکم کنه، که زمینه را به انفلامیشن یا التهاب چی میکنه؟ مساعد میسازه. زمانی که مساعد ساخ یا ما به طرف فایبروس میریم و یکی به طرف چی میریم؟ آلسر زخما، چون که زخم از اثر رکودت خود اویه ایجاد شده یا خون ایجاد شده، این به نام وینوس استیسیس آلسر یاد میکنه یا آلسر. در جوی اگر بخونین که مثلا سوال بر شما بیاید که وینوس استیسیس آلسر مربوط یکی از پاتولوژی های زل میشه، شما باید بفهمین که در چی دیده میشه؟ در وریکوز وین دیده میشه. دکتر سبا پیش میریم، سعی کنین همون سالاده است که ما بچه ما تشریح کردیم فقط جا آوردیم که شما بفهمین. خب ببینین جاویه چی ماست؟ نرمال ماست. اینجا میبینین که ما به طرف وریکوز وین، اینجا میبینین به طرف وریکوز وین و به طرف تورچس یا تویستد وین رفتیم. اینجا میبینین دکتر سبا که مرحله 4 و 5 است که ما به طرف پولینگ و طرف انفلمیشن، فیبروز و پلسر میریم و همچنان سبب ایجاد اوزایما. شما اوزایما رو میفهمین که زمانی که فشار زیاد میشه، کدام فشار ما؟ فشار هایدروستاتیک بلند میشه، وانکوتیک بان شوه، سبب میشه ما به طرف چی بریم؟ به طرف تراوش مایه از داخل سرکولیشن به نزد و بین خلایی، که سبب میشه ما به طرف چی بریم؟ اوزایما بریم. پرویتس و چی؟ درد.
بیاین کمی در قسمت مورفولوژی صحبت کنیم. از نظر مورفولوژی یا شکلش چه رقم شما میبینید؟ خب من فکر نکنم که ضرور باشه براتون تشریح کنم، ولی بازم یک تکرار میکنم براتون. ولی کوز متوسعه میبینین که اویه متوسعه میشه، معوج میشه، معوج اینال میفهمین چرا میشه، طولانی میشه، چرا بخاطر که شکل مورفیج برخورد میگیره، شکل توستس برخورد میگیره، اویا چی میشه، توسط طولانی میشه. و تشوش ترومبوز والدی چرا؟ ببینیم زمانی که اجازه بتین دیست رو زمانی که اویا دکتر صاحب متوسع میشه، خم پیچ ایجاد میشه، شما میفهمین که سبب میشه که ابنورمال بلد فلو شود، جریان خون غیر منظم شود. زمانی که جریان خون غیر منظم میشه، خود از زمینه را به ایجاد چی میشه؟ به ایجاد ترومبوز مساعد میسازه. و وقتی که ترومبوز شد، پس امکان داره که اختلاطات کشنده دیگر چی کنه؟ ایجاد کنه، که شما در قسمت ترومبوز ها خواندین. خب از نظر مایکروسکوپیک صحبت میکنیم. از نظر مایکروسکوپ زمانی که ما میبینیم تفاوت در زخامت جداروی شما ببینید، شما میفهمین که یک اوی ما از خود چی داره؟ از خود یک دکتر صاحب یک زخامت نرمال داره. سعی کنین اینی اوی نرمال ما درست، اما زمانی که ما به طرف چی میریم؟ به طرف ورکیوز وین میریم، ببینین که در زخامت اوی چی میشه؟ تغییرات ایجاد میشه که در نظر داشته باشین. بر صورت این تصویرات سعی کنین میبینین دکتر صاحب که اوی ها شکل مارپیچ و شکل توستد تورچز خم پیچ واچی شده، متوسع شده، بیشتر نهایت چی را سفلی را مصاب می سازد. این ببینین این متاسفانه خطرناکتر است. ببینین که اویا چی شده؟ متوسع شده، شکل توست برای خود گرفته، زخاموی شده، دیگه سبب میشه کوزه مار ایجاد کنه، سبب میشه که التهاب ایجاد شده، زخمار ایجاد میکنه، درد ایجاد میکنه، خارش را ایجاد میکنه که در نظر داشته باشین. از نظر کلینیک صحبت کنیم بسیار مهم است که شما اگر دکتر داخله یا جراح میشین، خصوصا دکتر داخله، شما میفهمین که از نظر کلینیک زمانی که مریض پیشتان میاد چند چیز شما میبینین. امی دسام وردی دیگه چی میشه؟ از بین میره. شما میفهمین گفتم آغازگر پروسه چی بود، اما دسام چی بود؟ وردی. زمانی که دسام وردی از بین میره، باز ای هم خود زمینه را به این بساعت میسازه که خود گرویتی ها مجاذبان بالای اویه ما تاثیر خود داشته باشه. درست است که در حالت نرمال گفته بودم که جاذبه اجازه نمیده که جاذبه زمین تاثیرات داشته باشه، در برعکسش کار میکنه. خب زمانی که دسا ما یا ولو ما از بین میره، سبب میشه که خون در خود اویه ما چه کنه؟ تراکم کنه. حالا نگاه کنین زمانی که دسام از بین رفت و خون در اوی ما تراکم کرد، سبب ایجاد احتقان یا کانجسشن میشه، پرخونی ایجاد میشه، سبب ایجاد آزایمر میشه، گفته بودن که فشار بلند میشه، سبب میشه که مایع در نهایت تراکم کنه، سبب ایجاد آزایمر و سبب چی میشه؟ ترومبوز میشه، که کل اینا سبب میشه که ابنورمال بلد فلو یا جریان خون غیر منظم شه و زمینه را به چی مساعد بسازه؟ به ترومبوز. و به مرور زمان سبب ایجاد آزایمر مزمن میشه، که امی آزایمر مزمن سبب ایجاد تغییرات تروفیک و قرحات منتن شد. و گفتم براتون که شما قسم یاد میگیرین که در اویه ها پولینگ یا تراکم بیش از حد خون صورت میگیره، خود از زمینه را به التهاب مساعد میسازه و التهاب زمینه را به خود فیبروز و زمینه را به زخم های ایجاد میکنه، همون زخم هایی که از اثر رکودت چی ایجاد میشه؟ اویه ایجاد میشه. دو تا کار خانگی بر شما دکتر مطالب براتون به نظرم گفتیم که شما باید انجام بدین. یکی که گفته که در دو ناحیه بیشتر چی ایجاد میشه؟ بیشتر خود وریکوز وین ایجاد میشه. او دو ناحیه را من شما پرسان میکنم که چرا؟ اگر یک شکار کنین خوب تر است، یکی در نهایت سفلی میری، چرا ما به طرف وریکوز وین در ناحیه نهایت سفلی میری میریم؟ ایره تحقیق میکنین که چرا؟ و همچنان وریکوز وین در قسمت چی ایجاد میشه؟ در قسمت خود ناحیه منقدی، که باز ما به طرف چی میریم؟ به طرف خود امیروید یا خود چی دکتر سبا خود بواسیر. این را شما تحقیق میکنین که چرا در نهایت سفلی میری ما به طرف چی میریم؟ به طرف وریکوز وین میریم. این کارخانگی تان است یا کارخانگی دگان داریم؟ ما به وقتش از تمام تان این را چی میکنیم؟ پرسان میکنم. بس مورد اینجا بسته میکنیم در قسمت وریکوز وین. ببینین ما وریکوز وین از نظر کلینیک خواندیم، از نظر مورفولوژی مطالعه کردم براتون، دکتر سبا براتون گفتم ببخشین، از نظر مایکروسکوپ براتون گفتم،
و این دیاگرام ها را کلش براتون تشریح کردم. درست است؟ میشه زیاد استفاده کنین. خب ببینین در این نرمال اینه می رقم شما کل زیر به نظر به می دیاگرام تشریح کردم اینو پیش خودتان می خوانین. مرحله اول از شروع میکنین چوری فشار ها چور دیجا سیره که بفاین فیزیولوژی شیب دیگه پاتولوژی بسا برتون آسان است. دکتر صاحب ببینین ما از روی سال دو خیلی برتون تشریح نمیکنم. می چیزی است که در ذهنم از در کلم است ما برتون گفته میرم هر مرحله ش برتون تشریح میکنم. ببینین یک مرحله ش که تشریح کردم دیگه برام آسان میشه. چرا؟ به خاطر که من اول فیزیولوژی ش یاد دارم بعدن پاتولوژی برام آسان میشه. از باب ش برتون گفتم یارم برتون تشریح کردم و وریکوز وینا بس خدا میشه دکتر عزیز بند میکنیم بسته میکنیم. سوالات داشتین برام بگوین. بعدن میریم در قسمت خود هارت دیزیز امراض قلب. بس زاره که نمیخوانیم مقدر مهم نیست چون اونقدر ما پیشرفت نکردیم که بتونیم بعضی از تومورها رو تداوی کنیم. بس شما بخونین سوال داشتین سوال کنین. بس اساسی ما در قسمت هارت دیزیز امراض قلب است که ان شاء الله بعدن در قسمت امراض قلبی هم صحبت میکنیم.